آقای ارجمند گرامی، این مقوله نظر شما رو میخوایم راجع به این مقوله ناموس و غیرت و این که مثلا فرض کنید حتی توجیه میشه که خب به هر حال این جنایت اگر مثلا این ازدواج بوده و مسئله نداره اون مردی که به هر حال این دختر معصوم پناه برده بود از مشکلات خانوادگی خودش، ولی قانونی نبوده که این رو حفظ بکنه. نقش قانون، قوانین به اصطلاح شریعت و همچنین نقش فرهنگ در این رابطه، فرهنگ منحط، یعنی فرهنگی است که به اصطلاح مخبلاتی رو سالها صدها سال به هر حال تحمیل کرده به جامعه و روان جامعه رو دچار پریشانی کرده. نظر شما توی این زمینه چیه آقای ارجمند عزیز؟ بفرمایید. سلام به شما، به دیگر مهمانان برنامه‌تون، به دست اندکاران برنامه‌تون. در رابطه با این سوال فکر می‌کنم بهتر است کمی پایه‌ای‌تر بهش نگاه بکنیم. جامعه ایران یک جامعه بیمار هست و این واقعیت قضیه است. وقتی که ما نقش مذهب رو و عقب افتادگی هایی که در رابطه با تفکرات مذهبی خاص الخاص در کشور ایران وجود داره بهش نگاه میکنیم، به کسانی که تلاش کردن، سعی کردن در طول تاریخ ایران یک فرهنگ سازی بکنن، یک پیشرفت هایی رو ایجاد بکنند، این آخوندها و عناصر مذهبی در تمام قد در مقابل اونها ایستادن. صحبت بحث ما نه فقط محمد رضای پهلوی یا رضای پهلوی است، ما حتی به امیر کبیر هم که می رویم، به دیگران هم که می رسیم در دوران صفویه و غیره، می بینیم که مذهبیون و این تفکرات عقب افتاده تمام قد در جلوی اونها قد برافراشته و ایستاده بودند. حتی ما می بینیم در رابطه با قراردادهای گلستان، ترکمنچای، که چطور اون آخوند معروف، الان اسمش رو فراموش کردم، فتحعلی شاه رو به گمراهی برد، کشور ایران رو وارد جنگ کرد با روسیه تزاری و به شکست انجامید. کلن و در کل جامعه ایران، جامعه‌ای که انقلاب مشروطه رو در پشت سر گذاشت، هرچند که بعضی از همین روحانیون هم درش به نحوی شرکت داشتن، حتی در همون دوران ما می‌بینیم که شیخ فضل‌الله نوری بر علیه انقلابیون مشروطه صحبت می‌کنه و سپس در نهایت او رو می‌گیرن و به دار می‌آویزند. به جلوتر که می‌آییم به بعد از کودتای 1299 و سیستم حکومتی جدید که در 1305 خورشیدی در ایران تشکیل میشه به نام سلسله پادشاهی پهلوی و رضاخان که تلاش میکنه که کشوری رو سر و سامون بده، کشوری که دچار 1001 التهاب هست و هر کسی در هر گوشه هر کاری که دلش میخواد داره میکنه، او شروع کرد به راه اندازی کردن و یا به سمت اون آرمان‌هایی که در انقلاب مشروطه مشروطه خان به سمتش حرکت کرده بودن حرکت بکنه. به درست و غلطی شیوه حکومتش ما کاری نداریم، الان به اینکه او یک شیوه حکومتی دیکتاتوری داشت و همچنین پسرش در این تلاش بود که کشور ایران رو سر سامون بده. حالا ما میخوایم بگیم وابسته بود، میخوایم بگیم نوکر انگلیس بود، هر چی که میخوایم بگوییم بگوییم، تاریخ رو، اسناد تاریخی رو، دستاوردهای او رو، اینکه ما نمیتونیم بگیم که دانشگاه تهران رو به دستور انگلیسی ها ایشون اومد درست کرد، وزارت فرهنگ و هنر رو به دستور انگلیسی ها ایشون اومد درست کرد، اینکه رضا خان وقتی به ترکیه سفر کرد تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی رو در اونجا دید، سپس به ایران اومد
دستور کشف حجاب داد و هزار یک داستان دیگه، اینا که ما نمیتونیم بگیم دستور انگلیسگاه بود. تاریخ رو ما باید منصفانه قضاوت بکنیم. شیوه حکومت کردنش دیکتاتوری بود، در این شرفی نیست. با گروه 52 نفره که میشه گفت پایه های حزب توده بودن، اونها رو به زندان انداخت. کارش اشتباه بود، چرا که اگر که مارکسیسم جواب درست و مشخصی به تمام مسائل جامعه بشری داشت، خب بذاریم که حرفشون رو بزنن. اگر که حرفشون درست باشه خب راه باز میکنه، اگر حرفشون غلط باشه که در نهایت به فروپاشی شوروی سابق رسیدیم. پس جوابی نداشتن به مسائل واقعی که در جامعه و دنیا در رخ میده، بر اساس یک ایدئولوژی در نهایت به دیکتاتوری منجر شد. جامعه ما متاسفانه نه که یک جامعه استعداد زده است و مخلوط شده با یک سری افکارات و اعتقادات خرافی که از حجاز، عربستان سعودی با ضرب شمشیر اونها کشورهای دیگر رو به زیر سلطه خودشون بردن. ما وقتی به تاریخ ایران میریم بعد از حمله اعراب، اینکه چطور این اعراب جامعه ایران رو به قهقرا بردن، تلاش بر این کردن که به هر ضرب و زوری فرهنگ و سنت ایرانی رو زیر سوال ببرن، اینکه یک آقای به نام محمد ابن عبدالله در عربستان سعودی اراجیفی رو و خزعبلاتی رو سرهم کرده و به هم بافته و خودش رو پیامبر نامیده، که با قاطر با یک چهارپا به کهکشانهای دیگری رفته، به قول خودشون به آسمان هفتم رفته. خب این مزخرفات رو ما در حال حاضر میتوانیم قشنگ زیر میکروسکوپ بگذاریم، بررسی بکنیم و ببینیم این چرندیاتی رو که او در 1400 و اندی سال پیش بافته و هنوز که هنوز است برخی اون چرندیات رو باور دارن. وقتی که با حتی در حال حاضر به مباحث مسیحیت نگاه میکنیم یا یهودی ها، وقتی که با دقیق ریز میشیم میبینیم که یهودیت و اسلام 90% مشابه همدیگر هستن و حالا مسیحیت یک تفاوت هایی داره، هرچند که در پروسه زمان خب مذاهب متعددی از دین مسیحیت انشعاب پیدا کردن و یک مقداری تلاش کردن که خودشون رو به روستر بکنن و ما گل گل هاشون رو در پروتستان ها میبینیم در کشور آلمان به رهبری مارتین لوتر، هرچند که او هم که بعد از رسیدن به قدرت دستور داد و چند صد نفر یا چند هزار نفر رو کشتن. پس با یک جامعه بیماری که به طور اصولی و به صورت درست منصفانه، این که ما بگوییم که ما چون که سلطنت طلب هستیم، ما چون که شاه دوست هستیم، ما که چون که مسلمان هستیم، ما چون که مسیحی هستیم، ما چون که مارکسیس لنینیس هستیم، حرف ما درسته، همینه که ما میگیم، نه این غلطه. ما نمیتوانیم بگوییم که آقای رضای پهلوی، آقای ستارخان، آقای باقرخان، آقای محمد رضای پهلوی، اینا همه مهره عامل خارجی بودن. خب ما باید محصول کارهای اینا رو ببینیم. ما نمیتوانیم بگوییم که انقلابی که در ایران رخ داد، کلمه جایگزین ندارم براش بگم، چون یک سیستم حکومتی رفته و یک سیستم جدیدی آمد. از روز اول همه چیز درست بوده. نه خیر، از روز اول جمهوری اسلامی همه چیز از غلط بوده، از پایه غلط بوده. این که ما میگوییم در کشور ایران ناموس، غیرت و همه این حرفا، چرا جامعه ایران در 2020 در این وضعیت است که یک پدری در بلاهت محض با اون خوی بهیمی بی حد و حصر خودش میاد و سر دختر خودش رو با داس قطع میکنه؟ به چه جرمی؟ به این جرم که او عاشق یک پسر شده که چند سال از خودش بزرگتره و میخواد که با اون بره زندگی بکنه، بره یک رابطه دوست پسر دوست دختری داشته باشه یا هرچی. اینها از بیشعوری، نفهمی، از عدم وجود یک آگاهی روشن
یک فرهنگ سالم و درست در جامعه ایرانه. خمینی از کره ماه سبز نشد، خمینی در جامعه ایران پا داشت به لحاظ مذهبی. این که بر سر کار اومد در اواخری که در اون اعتراضاتی که در ایران رخ میداد بر علیه نبود آزادی های سیاسی در دوران پهلوی، این بحث دیگری است. این آخوندها ما نقششون رو در انقلاب مشروطه هم میبینیم، در دوران فتحعلی شاه جنگ با روسیه هم میبینیم، یا دوران صفویه به این طرف. چه کمکی کردند این آقایان به پیشرفت، به فرهنگسازی، به فهم و شعور مردم ایران چه کمکی کردند؟ اینکه ما وقتی که یک دختری 9 سالش هست پس ایشون قابلیت باردار شدن داره، اراجیف و مزخرفاتی که از ذهن مریض و بیمار اعراب عقب افتاده حجاز در 1400 چند سال پیش ثبت شده، اونهایی که دختران خودشون رو زنده به گور می کردند، اونهایی که وقتی که ما تاریخ اسلام رو دقیق می بینیم محمد کسی است که با زن پسر خودش ازدواج کرده بعد از اینکه پسرش کشته شده، اینکه ما بگوییم که آقای محمد ابن عبدالله با یه قاطر رفته است به آسمان هفتو، حضرات و آیاتی که تشریف دارن از 1400 چند سال پیش بر سر همدیگر میکوبن، 72 تن در کربلا کشته شدن و هزار یه قصه سرش بافتن. ما یک کشور بودیم، ما یک امپراتوری بودیم. اینکه اینها توانستند کشور ما هجوم میاره، این دلیل بر قوی بودن اندیشه و تفکر، این دلیل بر قوی بودن یک ساختار نظامی و سیاسی و فرهنگی در اعراب نبوده است. این ضعف ما بوده در اون زمان، این ضعف ما ایرانی ها بوده است در اون دورانی که اینها توانستند به کشور ما با ضرب شمشیر حمله کنند و کشور ما رو به تاراج ببرند و مردم ما رو قلقم بکنند و فرهنگ ما رو لتوپار بکنند. اینکه ما بیاییم و در مقابله با هزار یک مزخرف و چرت و پرت و خزعبلی که اینها به هم میبافند، از شیعه و سنی هیچ فرقی بینشون نیست، چه شیعه و چه سنی، هر دو برو یک سکه هستن در دعوای به قدرت رسیدن، هیچ فرقی بین اونها نیست، هر دو طرف مزخرفات خودشون رو به هم میبافند و متاسفانه اندیشمندان ما، اونهایی که تلاش کردند تا به جامعه ایران بفهمونند که این دین، این مذهب چیز درست و دقیقی نیست. فکر میکنم اگر اشتباه نکنم کتاب 37 سال هست که در زمان شاه ممنوع بود، اینا از اشتباهات محمد رضا پهلوی است که با ممنوع کردن چنین کتاب‌هایی، گفتم مثل رضاخان با زندانی کردن گروه 57 نفره نگذاشت که جامعه ایران با اندیشه مارکسیسم آشنا بشه. اگر اندیشه مارکسیسم درسته راهش رو باز میکنه، اگه اندیشه مارکسیسم غلطه خب جوابش رو خواهد داد یک جامعه، تاریخ به او جواب میده. ما میبینیم در طول تاریخ که شوروی سابق فرو پاشید
اونها سمبل دموکراسی خودشون رو در جمهوری دموکراتیک آلمان بیان میکردن که او هم فروپاشی. پس اگر که حتی در زمان شاه او اجازه میداد به این که کتابی مثل 37 سال منتشر بشه، مردم ایران بخونن، مردم ایران آشنا بشن، بلنگو رو ندن به دست افرادی که در عقب ماندگی به اصطلاح خودشون فکر میکردن که عقب افتادند از مارکسیس ها در انقلابیگری مثل آقای بازرگان و بقیه، و ما برویم و از دین مبین اسلام به قول خودشون یک اندیشه انقلابی در بیاریم. اگر که بلنگو رو نمیدادن به افرادی همچون شریعتی که یک طرفه یک سری حرفایی رو بزنه که ما در اسناد تاریخی دیدیم که بعدها ساواک پشتش بود، یا آقایون بازرگان که بیان و بگن که ما به این دلیل که از مارکسیست لنینیست ها عقب نیفتیم بیان یک چیزی درست بکنیم که اسلام هم یک انقلابی است و اسلام ترقیقاه هست و مذهب شیعه فلان هست. و خب ببینید، این شد سازمان های سیاسی که در زمان شاه در ایران بودن، چه مخفی چه علنی، مثل نهضت آزادی، مثل چریکای فدای خلق، مثل مجاهدین. چرا راهشون، انتهای راهشون منتهی شد به جمهوری اسلامی؟ چرا نتونستن، چرا نتوانستند بر یک دیکتاتوری بسیار خفقانگر عجیب و غریبی به نام جمهوری اسلامی غلبه بکنند؟ چرا؟ همون آقای بازرگان مگه توانست 4 سال بعد از نخست وزیری با توف و لعن در مجلس، همین مجلس شورای مزخرف اسلامی جمهوری اسلامی، او رو از پشت تریبون به پایین کشیدن؟ باز هم درس نگرفته بود از بعد از گروگانگیری در سفارت آمریکا. اما در رابطه با این مباحث ما میبایستی واقعیت رو بگیم. این عبدالکریم سروش که میآید و میگوید که خیلی حرفایی که محمد در کتاب قرآن زده حرفای خودشه، شما به مصاحبه هاش رجوع بکنید، به نوشته هاش رجوع کنید. همین عبدالکریم سروش که در انگلستان نشسته میگوید که محمد خیلی حرفا که در قرآن زده حرفا خودشه، وحی نیست. آیا جامعه ایران در 2020 هنوز به این نتیجه نرسیده است که ما داریم از یک عقب افتادگی فرهنگی مساوی است با خزعبلات و خرافات دینی و مذهبی میخوریم؟ این جای سوال باید باشه که چرا وقتی که یک تروریست قاتل به نام سلیمانی کشته میشه در یک کشور ثالثی، چه درست چه غلط چه من کاری ندارم، مردمی که بر علیه این نظام بر خیابون ها اومدن، سوال باید بشه برام با چرا میان و در مراسم خاکسپاری شرکت میکنن؟ مگر شما این هم عضو همون سپاه پاسدارانه؟ این همون کسی است که در جریان قیام 18 تیر به خاتمی نامه میده به علاوه بقیه که اگر که شما جمع نکنی این 18 تیر رو ما وارد میشیم. اگر که این رومینا به دست پدر دیوانه و حیوان صفت خودش در مظلومیت تمام عیار کشته شد و به قتل رسید، این عقب ماندگی فرهنگی ایران رو به وضوح در 2020 نشون میده. و اینکه چرا ارگان ها، سازمان ها، کنشگران، کسانی که
به دنبال نجات جامعه ایران هستن در رابطه با مزخرفات و چرندیات دین و مذهبی به نام اسلام فعالیتشون کمه. اینکه کسی نیست که حسن آقامیری رو به چالش بکشه که آقای آقامیری شما به مثابه پروتستان های آلمان میخواهی بگویی که دین اسلام دین تر تمیز و گل و بلبلیه؟ خب این صحبت ها رو ما از مهندس بهتی بازرگان شنیدیم که در عقب ماندگی خودشون به اصطلاح از مارکسیست لنینیستا اومدن و یه سری چیزهای قاطیش کردن که در نهایت خب باز هم جبهه ملی نهضت آزادی به دو جا منشعب شد، به مجاهدین خلق و به چریکای فدایی خلق. خب الان همین خب این که من صحبتمو تمام کنم، جمله‌مو تمام کنم، جمله بندی کتاب 37 سال رو فکر میکنم هست اسم کتاب 23 ساله ببخش 23 سال خوب گفتی بره. ممنون که تصحیح کردی. من خواهش میکنم، حالا میبینم چرا توی ذهن من مونده 37 سال. کتابی هست به نام 37 روز 37 روز برای 37 سال، مربوط به زندیات شاپور بختیار هست. بله بله، این 23 سال رو که در زمان شاه بله من بله منظور شما 23 سال بود، اشتباه به اصطلاح چیز. آره این کتاب 23 سال رو بخوانیم 50 سال 60 سال پیش نوشته شده، واقعا خیلی واضح و روشنه. بله متاسفانه کار نمی شود. چرا؟ چون که اینکه شما میبینید تصاویری که مردمی که نمیدونم منتظرن که در حرمهای این حضرات رو باز بکنن تا اینها بروند به قول خودشان زیارت. الان عصر کامپیوتر، عصر ماهواره است، الان نیروی فضایی، نیروی نظامی فضایی تشکیل شده به دستور پرزیدنت ترامپ. خب تصاویر درست و حسابی، هزار و یک داستان هست. ما داریم به کشفیات جدیدی میرسیم در عرصه ستاره شناسی و شناخت خودمون که از کجا آمده ایم. آیا بیگ بنگ واقعیه یا یک تئوریه؟ ببینید سیاه چاله ها رو میگفتند که تئوریه و حرفه. خب مشاهده کردن سیاه چاله ها رو و دیدند. این که وزارت دفاع آمریکا و ناسا میان و ویدیوهای رو منتشر میکنن، حالا نوازه از به قول ما سفینه های فضایی که بر روی زمین هستن دارن پرواز میکنن. خب جامعه ایران همچنان اندر خم یک کوچه مانده است. در 22357 یک آقای تشریف فرما شد، فکر می‌کردن نایب امام زمانه، همونی که در هواپیما برگشت گفت من هیچ احساسی ندارم وقتی دارم به ایران برمیگردم.